رحمت الله زویروف از مقام رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یگانه حزب اپوزیسیونی رسما ثبت نام شده در این کشور استعفا داده است. زویروف از زمان تاسیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1998 رهبری این تشکل اپوزیسیونی را بر عهده داشت. تا زمان برگزاری انجمن نو حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رهبری حزب موقتا به قیام الدین عزیزوف یکی از معاونهای رئیس حزب واگذار شده است. زویروف برای آزادی رفتنش از مقام رئیس حزب را به وضع سلامتی ربط داده است. چند وقت پایم غم داد. 20 سپتامبر سال گذشته ضربه سخت خوردم. از آن زمان درد پای گم نشد. برای امین به شورای سیاسی عریضه نوشته التماس کردم که انجمن برگزار نشد. مرا آزاد کنند. من باید تبابت کنم. رحمت الله زویروف هنوز ماه دکمبر سال 2020 در یک پیام در صفحه‌اش در فیسبوک اشاره کرده بود که مسئله وضع سلامتیش بیرون از خواهش اوست و از بس که باید تبابت طولانی بگیرد روی رفتن از مقام رهبری حزب فکر میکند. اما شاکر جان اکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که طبق آیین‌نامه میبایست او جایگزین زویروف میشد با تصمیم رهبری موقتی حزب تعیین کردن قیام الدین عزیزوف روزی نیست. حکیموف به آزادی در این رابطه گفت وقتی رئیس وفات کرد فلج شد، یگان سفر خارجی رفته و بازگشتش معلوم نیست یا دیگر اولاد باشد و استعفا دهد، اجرای وظیفه رئیس حزب به عهده معاون اول رئیس حزب واگذاشته می شود. این معیار آیین‌نامه است. بعد شورای سیاسی را معاون رئیس حزب دعوت می کند و اعضا را در جریان می گذارد. شاید تحت تهدید قرار دارد یا جانش در خطر است یا دیگر اولادها که من نمی دانم. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با بیش از 20 سال سابقه فعالیت تا کنون نتوانست است یگان بار یگان نامزدش را به پارلمان تاجیکستان وارد کند. در انتخابات سال گذشته پارلمانی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از همه آواز کمتر گرفت.